اینکه یه اتفاقی افتاد، یه جایی رفتیم عروسی، دیدم عروس خانم خیلی تنهاست. چرا با خانواده شوهرت رفت آمد ندارید؟ سلام میکنم خدمت دوستان عزیزم، امروز با نگین در خدمتتون هستیم برای ویدیویی که خیلی وقت از من خواسته بودیم. منم سلام میکنم به همه، خوشحالم که مهمون کانال مامانم و سلام کنم به همراهاش. خوش اومدید به ویدیو ما. و ویدیو امروز کلن جریانش اگه بخوایم بگیم، چند وقت پیش من یه دونه ویدیو گذاشته بودم توی کانال خودم که سوالایی که شما ازم داشتین و تو قالب یه ویدیو دونه دونه جواب دادم. از اونجایی که خیلی استقبال شد گفتن که اگه میشه مامانم انجام بده و سوالایی که ما از مامان داریم پرسیده بشه. حالا منم نوشتم اینجا، بیا مامان بپرسم، مامان جواب شما رو بده. الان یه سوالی یادم افتاد، یکی از سوالایی که خیلی دوستان پرسیده بودن یادم افتاد نوشتم. ساناز گفته بودن که چه نسبتی داره. چون آخر جز آخرین سوالا بود دیگه، نگین یادمون نبود که بنویسه. بگم با همین شروع میکنم که بعضی از دوستان که تازه فکر کنن وارد کانالای ما شدن، چون قدیمی ها که میدونن، گفته بودن که ما گیج شدیم، نگین چه نسبتی با شما داره، ساناز چه نسبتی داره. هم نگین و ساناز رو به ما بگید. نگین که دخترم هستن و ساناز خواهر من هستن که دیگه آوازه این پیچیده که توی جلوی فیلم نمیاد و حالا چهره نشون نداده فعلا، ولی خب دوستانی که سوال داشتن، ساناز خواهر منه و یه خواهرم بیشتر ندارم، یه برادرم بیشتر ندارم. اتفاقا علت این که ساناز چرا نمیاد و جز یکی از سوالایی بود که چند بار تکرار شده بود توی کانال من و جوابش حالا دادم تو ویدیو خودم. خب سوال دوم، قد چنده؟ قد من در حدود 1.66-1.65 اینطور هست. یه سوال خیلی خیلی حاشیه‌ای. چرا با خانواده شوهرت رفت آمد ندارید؟ این سوال خیلی هم خیلی این سوال رو میپرسن به خاطر اینکه ما وقتی که ولاگامونو میذاریم اصلا در رابطه با خانواده همسرم نیست. من علتشم چند بار گفتم، خانواده همسر من دوست ندارن ازشون فیلم برداری بشه که خب یه عقیده شخصی خوششون نمیاد. به خاطر همین من میرم خونهشون، اونا میان ولی نمیتونم هیچ فیلمی بگیرم. ولی خب کلا رفت آمدم با خانواده پدرم کمتر از خانواده مادرم، اکثرا فکر کنم اینجوری هم مسیرشون هم دورتره. بعد کلا ما با ماماینا، کلا ماماینا یه اخلاقی دارن که بیشتر ما در رفت آمد هستیم. آره خونه هم نزدیکه خب دیگه. آره ولی از اون طرفم وقتی که میریم نمیتونم فیلم بگیرم چون دوست ندارم. گفتن که چه رنگی دوست داری؟ من فکر کنم همه میدونم بنفش دوست دارم، بنفش های مختلف، یازی، بنفشی که میره به سرخابی. گفتن که رنگ موهاتون چیه؟ آره رنگ موها رو خیلی سوال میکنن. من چند ساله که از رنگ فورگرز استفاده میکنم، خیلی رنگ خوبیه. آره منم قبلا چربی شد. آره بعد این که بیشترم همون 6 و 7 کاراملی یا کاپوچینو، یعنی از این دوتا دیگه فراتر نرفتم تا دیگه مگه برم آرایشگاه رنگ دیگه بذارم، ولی این رنگو بذارم همیشه با اکسیدان 6. اطلاعات درست دادم، یا 6 کاراملی یا 7 کاراملی که بیشتر 6، یا 6 و 7 کاپوچینو یا مخلوط این دوتا با هم با اکسیدان 6% کامل بده. سوال بعدی، چرا فاصله سنی بچه‌هات زیاده؟ فاصله سنی نگین و حسین 8 ساله. به خاطر اینکه من نگین که به دنیا اومد خب دیگه 18 سالم 1 ماه بود تموم شده بود، رفته بودم تو 19 سال، زود بچه دار شدم. با اینکه ماما خیلی کمکم بود ولی خیلی سخت بود برام. بعد تصمیم گرفتم که دیگه بچه دار نشم تا اینکه یه اتفاقی افتاد، یه جایی رفتیم عروسی، دیدم عروس خانم خیلی تنهاست، خواهر برادر نداره و خیلی براش سخت بود. تصمیم گرفتم که یه بچه دیگه به دنیا بیارم که حسین به دنیا اومد. گفتم نگیم بعدا تنها نباشه، حسین فقط آماده که وظیفشون باشه من ها تنهایی در میاره. وظیفش زندگی مادرش بشه. خب خواهر برادر. خب سوال بعدی، تعریفتون از آزادی چیه؟ تعریف من از آزادی اینه که هر کی تعریفی داره.
من فکر میکنم یه طوری هستش که تا اینکه عقیده کسی روی من تأثیر بدی نداشته باشه یا اصلا برای من ضرری نداشته باشه دخالت نمیکنم که چه عقیده ای داره. عقیدش محترمه. تعریف من اینه. حالا یه نفر عقیده داره اصلا غیر از اخلاقای من یه کارهای دیگه ای انجام بده. وقتی که هیچ ضرری به من نمیرسونه دوست داره اینطوری باشه، منم به خودم اجازه نمیدم که هیچ دخالتی بکنم به عقیده اون شخص. من فکر میکنم آزادی یعنی این. چرا لیدی رو راه میدی وقتی خودت با حیوان خونگی داشتن مخالفی؟ آره اینم خیلی سوال میشه. این به خاطر اینکه من گفتم حیوان خونگی، نه که دوست نداشته باشم، اتفاقا حیوان خیلی دوست دارم، خیلی حواسم بهش هست. فکر کنم مثل بچه هست که هنوز زبون باز نکرده، آره نمیتونه حرف بزنه، حالا جایش درد میکنه و هرچی. چون شرایط توی خونه خودمون شرایط نگهداریشو ندارم، زندگیم یه طوری هستش که خیلی مشغولم، نمیرسم وقتشو نداری، مسافرت زیاد، چون حیوان خونگی واقعا مثل من همیشه میگم کسی که تصمیم میگیره حیوان خونگی بیاره باید یعنی تصمیمش برابری میکنه با کسی که میخواد بچه دار بشه. چجوری باید موقعیت رو در نظر بگیره؟ مسئولیت باید داشته باشه. چون اون حیوونم وقتی که میاد عادت میکنه به، باید تمام شرایطش رو در نظر بگیری. مثلا من دیدم خیلی یه موقع حیوانایی هست توی خونه، حیوانایی هستن که باید بیرون از خونه باشن، بیرون از خونه رو بیشتر احتیاج دارن، ولی به خاطر اینکه خودشون خوششون بیاد حبس میکنن توی خونه، بچهشون اذیتش میکنه، اینا رو خب خیلی ناراحتم. بعد به خاطر این گفتم که شرایطی ندارم که بتونم از حیوان نگهداری کنم. اگر نه لیدی هم مهمون خونه ماه، وقتی هم بیاد تفلک هیچ آزاری هم نداره، یه گوشه میشین و ما رو نگاه میکنه. خب سوال بعدی این که درآمدتون از یوتیوب چقدره؟ سوال همیشگی، سوالی که فکر میکنن که دروغ میگی مثلا در جواب. سوالی که همه منتظر هیچ زدش درآمد ببینم اون راست گفته یا بعضی ها، همه نه. آره. اتفاقا پیام برای من اومده بود سر کیش که گفته بودم یکی سری کامنت های منفی اینقدر به من دلگرم میدادن دوستان که خدا رو شکر، من همیشه خدا رو شکر میکنم در حدود 95% بیشتر 98% همراه های ما کسانی هستن که درک بالا دارن، درست متوجه میشن که حالا ما چجوری داریم کار میکنیم و اینا، ولی بعضی ها که یه بهانه هایی میارن برای اینکه کلن تخریب کنن یک کس دیگری. یکی از دوستان برام نوشته بودن که بعضی ها کلن منفی میگن، یعنی شما اگه هر کار خوبی که انجام بدید از توی اون یه بدیه رو میبینن، تو زندگی خودشون هم اینطوری هن. بعضی هم نه، مثبت نگرن، میگن نیمه پر لیوانو میبینن، حالا یه کاری هم توش یه چیزی رو میبینن خوششون هم نمیاد، اون خوبیه براشون برجسته میشه. اینو خیلی برای من گفته بودن. در آمده یوتیوبم نوشته بودن که شما برید توی سایت بزنید ببینید که اینا چقدر درآمد داره. اولا که درآمدی که برای ما هست، بله میتونید ببینید چقدره. ما با شرکت هایی، من چندین بار گفتم، قرارداد داریم، اونا کارایی، یعنی اینطوری نیست ما این فیلمو پخش کنیم و همین بره، مستقیم نیست، واسطه داریم، واسطه داریم، این پول نقد بشه. خیلی پرسیدن بعضی از دوستان، اصلا پرسیدن برای کار خودشون، میگن چطوری پول نقد میشه. شرکت هایی هست که ما باشون قرارداد داریم، درصد کم میکنن از پولی که به ما میدن، یعنی از درآمدمون درصد کم میکنن، کارهای اونطوری رو برامون انجام میدن. از این طرف من خودم نمیتونم هم فیلمو بگیرم هم ادیت کنم هم سئو سازی هست. یه مقوله خیلی بزرگه یوتیوب، خیلی با اینستاگرام خیلی خیلی فرق داره. خب ما به خاطر اینکه این کارا انجام بشه، خودم یه نفر نیستم، ما شراکت داریم چند نفر که هر کسی مثل فیلم چجوری میسازن، مثل برنامه هایی که ساخته میشه برای تلویزیون، خب تدوینگر داره، تصویربردار داره، اینا همه درآمدهای جداگونه دارن. اینه که این درآمدی که شما توی سایت میبینید همه تقسیم میشه بین کسایی که به هر طریقی کاری دارن انجام میدن، حالا به غیر از اون شرکتی که درصد کم میشه. و اینو بگم که برای درآمدم هر کسی توی این دنیا هر چقدر زحمت میکشه درآمد داره. تا حالا دیدید کسی هیچ کاری انجام نده از اون طرفم درآمد داشته باشه، حالا درآمد بالا یا پایین داشته باشه؟ این نیست،
اینو میخواستم توضیح بدم که بعد اینم بگم که متغیره. این نیست که حتما بگن اینقدر این درآمد شماست روش برنامه ریزی کنیم، اینطوری نیست. متغیره، اگه ویدیو کمتر بذاریم ویو کمتر بخوره. خیلی میگم معمولش خیلی پیچیده تر از این اینستاگرام هستش. سوال بعدی که گفتن چجوری هم به کار خونه میرسین هم دو تا کانال رو مدیریت میکنین؟ اینم چند بار توضیح دادم، برنامه ریزی به نظر من رمز موفقیت برای کلا همه کارها برنامه ریزیه. که من برنامه ریزی دارم در روز، یعنی ساعتامو همه رو، اگر که حالا یه موقع نشونتون بدم تو آشپزخونه، برنامه‌مو زدم به دیوار. چه روزایی من برنامه دارم، چه روزایی داستان دارم، چه روزایی آشپزی دارم، حالا برای کانال آشپزی. اینا رو من از قبل که برنامه ریزی باید بکنم که چیا بگیرم، که هیچی، اینا رو انجام میدم. بعد ساعتهای من همه برنامه ریزی شده است. مثلا 7:30 که حسین دیگه میره مدرسه، دیگه تا تقریبا 9:10 کارهای روزمرم هست. صبحانه رو جمع کنم، فکر نهار، نهار رو درست کنم، چون این کارام هم هست. دیگه از ساعت من ساعت 10 نهارم آماده است. نه آماده که اصلا رو باره دیگه. حالا غذایی باشه که طولانی باشه که روباره، مثل خورشته و اینا، اگه ساده تر باشه آماده میکنم، فقط موقع اومدن حسین و بچه ها سرخ میکنم. کلا اینو بگم که ساعت هم همه برنامه ریزی شده. شبا هم بیشتر اوقات، شبا وقتی که بچه ها شامشون رو خوردن دیگه همه چیز تموم شد، میشینم اینجا برای داستان. بیشتر شبا داستان میگم، ولی یه موقع حالا میشه که شب وقت نمیکنم، یا اینکه شب مهمون دارم میندازم واسه فردا برنامه ریزیمو اینجوری میکنم. فقط اینو میخواستم بگم که برای هر کاری فقط برنامه ریزی کنید. این برنامه ریزیه واقعا میندازه رو روال کارتونو، خیلی خوب پیش میره. خیلی خب، خیلی مهم بود بگم. مرسی. خب سوال بعدی، سخت‌ترین غذایی که تا الان درست کردین چی بوده؟ غذاهای سخت خیلی درست کردم. سخت‌ترینشی خیلی سخت کشتی سرش. نوع غذا یا شرایطی که مثلا توش بودم؟ نه خود غذای درست کردن سخت. خود غذا وای نونخامه ای. غذا نمیشه. خیلی سخت بود. یه بار درست کرده بودم قدیما، سختیشم کشیده بودم، ولی چون خیلی گفته بودن درست کن، اصلا بعضی چیزا ارزش نداره انگار تو خونه درست کنی، یا من وارد نیستم، نمیدونم، شاید کسایی که کلاس رفتن و اینا براشون چیزی نباشه، ولی من چون همینجوری تجربه درست میکنم، خیلی اینقدر ظرف کسی میشه، اینقدر خامه ها بگیم برم من فکر نمیکنم. آره خیلی سختی کشیدم. خیلی گفتن که چجوری پول از طریق یوتیوب به دستتون میرسه؟ آره اینم خیلی از دوستان که میخواستن این کار رو انجام دادم، گفتم دیگه این سوال رو جواب دادم. شرکت هایی هست که شما باید اطمینان پیدا کنید اول ازشون، هر شرکتی خوب نیست، به کارشون اطمینان داشته باشید، بعد باهاشون یه قراردادی نوشته میشه، طبق اون قرارداد یه درصدی به اون شرکت تعلق میگیره و دیگه این درآمد به دستتون میرسه خیلی راحت. خب سوال بعدی، چرا بیشتر فیلمایی که میذارید بلاگ و دوره همین هست؟ اونم به خاطر این هستش که اولا من اول خب با آشپزی شروع کردم. خیلی از دوستان گفتن که ما دوره همی رو دوست داریم، ما ولاگا رو دوست داریم، به خاطر اینکه باز میگفتن ما آشپزی، حالا هر کسی آشپزیشو به ذائقه خانواده خودش درست میکنه، یه چیز واحدی هست، ولی من آشپزی هم میذارم بینش، ولی دوره همی رو که میذارم به خاطر درخواست مخاطبین عزیز بوده که بیشتر میگن ما دوره همی دوست داریم، بیشتر دوستان میگن ما تو قربت هستیم، دلگرمیم به این مهمونی ها شما، به اینکه یاد اون ایام که ایران بودیم میفتیم. و منم که فقط، یعنی کلن ما هممون احترام میذاریم به درخواست مخاطب، چون دیدیم که حتی نظرخواهی هم کردیم، نظرسنجی گذاشتیم، گفته بودن ولاگ و دوره همی رو بیشتر دوست داریم، به خاطر این که بله. سوال بعدی، دخترتو بیشتر دوست داری یا پسرتو؟ جلوی منم خب من برم بگی. یعنی خود شما چی؟ متوجه نمیشی؟ چرا متوجه میشم؟ حسین رو بیشتر دوست داری؟ نه واقعا، حالا مادرها میدونن من چی میگم، الان بچه ها تا مادرم نشن ما رو درک نمی کنن. این که بچه اصلا اونطوری نیست اینو بیشتر دوست داری یا اونو، اصلا
وقتی که فکر میکنه از نظر مادر و پدر بچه بچه از هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. من اگر حالا حسین رو یه موقع میگم که حسین جان این کارو کن، بیشتر همراه هم هست و اینا، اولا سنش کمتره، خب نگین بزرگتره، مستقلتره، باهاش به سن خودش صحبت میکنم. بعدم این که با پسرا هم دخترا خودشون رابطهشون با مادرشون خوبه، یعنی انگار ذاتن با مادره یه اخلاق دارن کنار میان، ولی پسر بچه رو حالا حسینم تو اتاقشه کسایی که پسر نوجوان دارن، پسر رو مغرورن یکم، انگار که خب اخلاق مردونشونه دیگه. اولا خیلی باشون آروم صحبت کنید بهتره، حتی نتیجه عکس میده وقتی که بخوایم خیلی با پسر رو. دخترم همینطوره، حالا نمیگم، میگم درصدش کمتره، درصد دختر کمتره. پسرها رو بیشتر باید مراعات کنید، بیشتر حالا با آرامش باهاشون صحبت کنید. به نظر من تجربه که من به دست آوردم بیشتر تاثیر میذاره حرفمون روشون تا داد و بیداد. میگم این صدق میکنه در مورد دخترم، نگی میدونه من با خودشم از بچگیش و اینا هم داد و بیداد نمیکنم، ولی میگم دختر تو خونشه اون صبوری، اون که حرفتو گوش بده. پسری که حالا حالت سرکشی و اینا شاید داشته باشه، اگر که باهاش آروم رفتار کنیم بهتره. اگر نه میگم همه مادرها میدونن که دختر و پسر یا اینکه دو بچه ها کلن فرق با هم ندارن. قانه نشدن. چی؟ قانه نشدن. گفتم تا مادر نشی چند تا بچه نداشته باشی متوجهی صحبت من. خب سال بعدی این که چرا زیاد تو یوتیوب فیلم میذارید؟ زیاد؟ بازم که چرا کم زد بیشتر فعالیت کنید؟ چرا زیاد فیلم میذارید؟ آره چرا زیاد میذارید؟ تعداد فیلم هایی که میذارید؟ من 4 روز در هفته فیلم میذارم، قبلا 3 روز در هفته بود. الان با خودم اینجوری برنامه ریزی کردم که 4 روز بذارم، چون هم میگن خیلی برنامه بذارید خیلی از دوستان، هم از اون طرف میخوام از برنامه هایی که میذارم یکیش آشپزی باشه که آشپزیم فراموش نشه. اینکه چون من از شما هم نکته زیاد گرفتم، از وقتی آشپزی گذاشتم تجربه‌مو گفتم، شما هم تجربه‌هاتون رو به من انتقال دادید. باور میکنم مثلا آشپزیم خیلی بهتر شده، فراتر شده از چیزایی که بلد بودم. به خاطر همین دلم میخواست که هم ولاگ و حالا دوره همین باشه، همین که واسه همه سلایق توی طول هفته برنامه باشه. پخش بشه. آه. و اینکه بعدی چرا دختر دایتون شوهرش توی فیلم نمیاد؟ دختر دایی مریم جون یه چند بار توضیح دادم، بعضی از دوستان خب شاید اون کلیپو ندیدن. دختر دایی من همسرشون رو متاسفانه در دوران کرونا از دست داده، که خب خیلی واقعی ناراحت کننده بود برای کل فامیل، و اینکه مریم خودش خیلی زن صبوریه و کلا خب دیگه اینو میدونید، من دیگه درباره ناراحتش نمیخوام زیاد بگم، ولی ایشون دوران کرونا گرفتن و فوت شدن. و مریم جون تقریبا 5-6 سال قبل از اینکه شوهرشون فوت کنن، 6-7 سال پدرشون فوت شدن، 1 سال قبل از همسرشون برادرشون فوت شدن، که اونم مامان برنامه گذاشت توضیح داد که ایشون هم تصادف کردن توی سن جوونی دیگه مرگ مغزی شدن و فوت شدن. و شوهرشون هم همینطور، پرسیده بودید که چرا نمیان، به خاطر اینه که مریم جون و دخترشون با هم تنها زندگی میکنن. خب متولده چه روز و چه سالی هستی؟ من متولد سال 1358 تیر ماه و روزشم براتون بگم که اینجا یه توضیح لازمه میگم، دوستای قدیمی میدونن ولی برای دوستان جدید میگم که من توی خونه به دنیا اومدم، به خاطر اینکه بچه اول مامانم بودم، نوه اول مادر بزرگم بودم. مادر بزرگم اون زمان اعتقاد داشت که یه خانوم سیدی بودن، تمام بچه‌هاشو به دنیا آورده بودن غیر از خاله، به خاطر اینکه مادر بزرگم وقتی خاله رو می‌خواست زایمان کنه انگار یه بیماری داشته، نمیدونم، گفتن خیلی ورم کرده بوده، میترسیدن توی خونه، توی بیمارستان به دنیا آورده، ولی همه بچه‌هاشون رو همون خانم سید به دنیا آورده بوده و اعتقادشون بر این بوده که بچه توی خونه بهتره به دنیا بیاد، شخصی‌تره، این خانم دستش خوبه. اینطوری شده که من نیمه شعبانه، یعنی شب نیمه شعبانه سال 58 به دنیا اومدم. بعد که مادرم اسممو گذاشته نرگس،
از اون طرف پدر و مادر من چون سنشون خیلی کم بوده، بابا 19 سالش بوده و مامان 18 سال، فکر کردن که اون بابا خب میشده هر سال نه ولی روزا رو میتونستن جا به جا کنن، گفتن که خب به خاطر اینکه میخواد بره مدرسه نگیم تیر ماه بوده، بگیم فروردین بوده، در صورتی که دوتاش نیمه اول ربطی به مدرسه نداشته، ولی شناسنامه منو 25 فروردین گرفتن. از اون طرف دیگه ما نیمه شعبان کلن چند سال بر من تولد میگرفتن، من زدم توی گوگل، حالا ماما میگه روزشو یادم نیست که چه روزی بوده ولی تو تیر ماه بوده، زدم توی گوگل دیدم که 19 تیر بوده. آره دیدم نیمه شعبان سال 58 19 تیر بوده، یعنی تیر ماه 19 هم میشده که متولده در اصل 19 تیر 58 هست. خب و آخرین سوال این که تا قبل از اینکه کانال هم داشته باشید رفت آمدتون زیاد بود یا خیر؟ بله ما از دوره مادر بزرگم، کسانی که داستان مادر بزرگ رو گوش کردن میدونن اخلاق مادر بزرگ پدر بزرگ منو، که از اول اهل رفت و آمد بودن، حالا از فامیل بگیر تا دوست و آشنا و همسایه و دیگه خوششون میومد از رفت و آمد. دیگه ما هم به تب وقتی که پدر بزرگ مادر بزرگمون اینطوری بودن، پدرم هم اتفاقا خیلی رفت و آمد دوست داره، مامان همینطور، از اول ما اهل رفت و آمد بودیم. ولی اوایل کانال من فقط آشپزی میذاشتم اینا رو، گفتم خب نباید بذارم، ولی بعد که دیدم چند بار حالا مامان اومد توی فیلم، دوست داشتن دوستان استقبال کردید دیگه ما هم آره دیگه ما هم تصمیم گرفتیم فیلمشو بگیریم، ولی بله از قبل هم اهل رفت و آمد بودیم. خب اینم از سوالا، امیدوارم که همه سوالاتون پرسیده شده باشه. خیلی سوال بود، ببخشید اگه یه سری ها جواب ندادیم، چون خب خیلی جوابش گفته شده بود توی فیلم ها، یعنی که بعضی سوال ها واقعا غیر قابل پخش بود. و اینکه حالا بازم اگه سوالی هست این زیر بنویسید، شما لطفا تو کامنت ها جواب بدین دیگه. آره سوالی بود. اگر سوالی هست سوالی بود جواب نمونه اگر سوالی هست بازم برام بنویسید، دوباره یه برنامه دیگه میذارم جمع میکنم اینجا مینویسم. آره هر چند وقت خدمت شما سوالا جواب میدم، خیلی خوب سوالی بی جواب نمونه، چون بعضی اوقات من جواب کامنت ها رو میدم ولی نمیدونم این چه مشکلیه، گاهی اوقات جواب میدیم اون جواب نمیره برای اون لحظه شکن قطع واسه میشه، مثلا اینترنت قطع بعد به من نشون داده میشه که رفته. آره اینترنتی میپره اینم میره مثلا، چه آره تا یه ثانیه یه سری الگوریتم داره که حالا آره مشکل جدید ما هم این هستش که اینقدر سخت فیلتر شکن و اینا جواب میده و ما کارمون رو انجام میدیم، اینقدر فیلتر شکن تا الان خریدیم از کار انگار میفته، دوباره یکی دیگه میخریم که کلن ما خریدنی از این رایگان ها که اصلا برای ما جواب نمیده میخریم، ولی خب دیگه حالا دست و پنجه نرم میکنیم. اونم غیر از حالا اینکه حالا میگن که شما نگید ما چون شما رو دوست داریم برنامه میذاریم، ولی این یه حقیقت، غیر از درآمدی که بالاخره من برای خودم دارم، به قول دوستان میگفتن زحمت میکشید درآمدم دارید، دیگه درآمدی که دارم اونو به کنار، از اون طرف انگار اصلا دیگه چون آشنا شدم با دوستان، خیلی هاشون به اسم میان صحبت میکنن، الان اسم چند تا رو میخوام بگم ولی میترسم یه سری یادم بره ناراحتی پیش بیاد، خیلی خیلی، یعنی من با این کانال متوجه شدم که چقدر ما ایرانی ها خوش قلبیم، حالا مخالف ها هیچی میگم خیلی درصد کمی، چقدر ما خوش قلبیم، چقدر میتونیم به هم دلگرمی بدیم و این چقدر خوبه. خیلی خوشحالم از اینکه بعضی از دوستان خیلی کامنت های خوب توی تلگرام میان صحبت میکنیم با هم دیگه، همین دیگه. مرسی، امیدوارم که وقتتون رو نگرفته باشم، بازم اگر سوالی دارید بپرسید، تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریمتون، خدا نگهدار. کانال مامان رو لطفا سابسکرایب کنید و این ویدیو رو برای ما لایک کنید. خیلی دوستتون داریم، تا ویدیو دیگه خدا نگهدار. خدا نگهدار همگی.